به نام خداوند بخشنده و مهربان، امیدواریم از گزند کرونا در همان باشید. با نقل از فیسبوک رسمی جیم خاله، عارف وزیر از رهبران پشتونهای پاکستان به وسیله اردوی آن کشور شدیداً زخم برداشته و فعلا در حالت کما قرار دارد. وی در مراسم تحلیف محمد اشرف غنی در افغانستان نیز شرکت کرده بود. همچنان یک خبر دیگر، نجیب بارور در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: مجبورم میکنید که واقعیت ها را بگویم و پرده از روی این رسوایی سیاسی را بیشتر برکشم. حداقل به احترام سیاستگران بزدل نه، به احترام رأی، احساسات، عاطفه و غرور مردم گاهی بسیار رعایت میکنم و دردهایم را قرط میدهم. طرح تیم ثبات و همگرایی در واقع یک بازی دیگر برای افکار عمومی است. تیم ثبات و همگرایی در کانسپت شورای عالی مصالحه با غنی به توافق رسیده است. تا جایی که من خبر دارم، کارهای موردی روی تقسیمات جریان دارد. هر گفتگوهای پنهان و زیرزمینی با جنرال دوستم را آغاز کرده بود و یکی از پیشنهادهای وسوسه برانگیزش اعطای رتبه مارشالی برای جنرال دوستم بود. هرچند این کار را برای فشار آوردن به دکتر عبدالله می کردن، عبدالله از ترس شکستن بازوی قویش یعنی دوستم، همراهان دیگر و از ترس تنها ماندن و برای فریب دادن اکثریت همپیمانان دیگرش طرح دروغی صدارت صلح را رسانه‌ای کرد و ارگ ریاست جمهوری به صورت فوری آن را قابل قبول ندانست. تفاهم سیاسی فقط بین حلقه نزدیک به عبدالله و عرق در حال تطبیق است. در این میان به خاطر جلوگیری کشمکش های سبوتاجانه یک مصروفیت ذهنی دیگر برای امراهان بیرون دادن تا حداقل مراد سیاسی همتیمان حتی در محور یک طرح خیالی اعاده شود. آقای عبدالله شورای عالی مصالحه را پذیرفته است. با تأکید میگویم چیز بالاتر از آن نصیب سیاسی تیم ثبات و همگرایی نمی شود. غنی تحت هیچ شرایط، البته به نظر و شناخت من، برای جنرال دوستم رتبه مارشالی نمی دهد. غنی در مقالات خودش واضح از جنرال دوستم به عنوان جنایتکار جنگی نام برده است. حداقل به اصول کاری غنی باید تا اینجا آشنا شده باشید. او درست است که مخالف ماست و تا زنده باشد برای من یک مریض و فاشیست است، اما دشمنی است که با اصول است و می توان حدس زد که این کار را نمی کند. من هیچ نمی دانم که رهبری ثبات و همگرایی چرا به جای بازی کردن با از آن مردم و همپیمانهای سیاسی اصل واقعیت را نمی گوید. این کار می تواند صدمه بسیار عمیق در نوع رابطه سیاسی هزاره ها و ازبک ها با تاجکان داشته باشد. حالا معامله شد یا هر چیزی دیگری، حداقل تلاش شود که انسجام درون تیمی در اثر پنهانکاری های سیاسی از بین نرود. کل مراد سیاسی ما همین انتخابات نیست، و لا اگر نیت های پنهان و شوم برای شکستن این جبهه از گذشته وجود داشته باشد و حالا در مرحله تطبیقان قرار گرفته باشیم. سخنگوی ریاست جمهوری: مذاکرات سیاسی پیشرفت های چشمگیری داشته است. 8 صبح، کابل. سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که مذاکرات و بحث ها روی موضوعات و مسائل مهم سیاسی در سطوح مختلف جریان دارد و پیشرفت های چشمگیری در پی داشته است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییت گفته است که حکومت جزئیات و موضع‌گیری رسمی خود در قبال این مذاکرات را بعد از نهایی شدن آن با مردم در میان نگذارد. هرچند سخنگوی ریاست جمهوری به صورت صریح از مذاکرات میان عبدالله و محمد اشرف غنی برای تشکیل حکومت مشارکتی و حل جنجال های سیاسی ناشی از اعلام نتیجه انتخابات یاد نکرده است، اما به نظر می رسد که منظور او از مذاکرات سیاسی گفتگوهای است که میان محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله برای حل اختلاف های سیاسی برخواسته از اعلام نتیجه انتخابات جریان دارد.
پیشتر عبدالله نیز اعلام کرده بود که در مذاکرات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور برای تشکیل حکومت و پیشرفت های دست یافته است. او در برگه فیسبوکش نوشته است روی اصول توافق های صورت گرفته است و اکنون کار روی جزئیات و نهایی سازی توافق میان دو طرف ادامه دارد. عبدالله ابراز امیدواری کرده است که با توجه به بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، نیاز به تامین صلح دائمی، اتحاد و همسویی ملی برای مقابله با مشکلات امنیتی اقتصادی کشور، توافق سیاسی هر چه زودتر نهایی شود. روزنامه اشت صبح روز گذشته به متن کامل طرح تیم ثبات و همگرایی دست یافت که در آن تشکیل شورای عالی دولت با حضور رهبران سیاسی افغانستان، ایجاد صدارت اجرایی با محوریت صلح، سپردن رهبری پروسه صلح به تیم ثبات و همگرایی و تعیینات مساویانه مقام‌های بلند رتبه حکومتی از نکات برجسته پیشنهادی عبدالله برای بیرون رفت از بحران سیاسی ناشی از اعلام نتیجه انتخابات به شمار می رود. در همین حال منابع معتبر در ارگ ریاست جمهوری در تماس با روزنامه اشت صبح گفتند که چارچوب اساسی که تاکنون روی آن توافق صورت گرفته، حضور آقای عبدالله در رأس شورای عالی مصالحه، اعطای پروتکل و تشریفات ویژه، تخصیص بودجه و حضور شمار از اعضای تیم ثبات و همگرایی در بدنه حکومت است. این منبع در ارگ ریاست جمهوری تاکید کرده طرحی که از سوی تیم آقای عبدالله در رسانه ها منتشر شده مورد توافق ارگ ریاست جمهوری نیست. تلاش حکومت برای کاهش بیکاری ناشی از کرونا. 41,000 کارگر برای مدیریت آبهای سطحی قابل استخدام می شوند. با گسترش دامنه ویروس کرونا و قرنطینه شدن ولایات، میزان بیکاری در کشور گسترده شده و شمار زیاد شغل‌هایشان را از دست دادند. این مشکل در پایتخت به دلیل بلند بودن میزان جمعیت کلانتر بوده است. حالا اما اداره عملیاتی ریاست جمهوری طرحی را برای منظور سرسبزی و جذب آب‌های سطح زمین آماده کرده است که بر اساس آن برای 41,000 باشنده شهر کابل زمینه کار فراهم شده است. اداره عملیاتی ریاست جمهوری میگوید در حال حاضر برنامه جذب کارگر در این بخش ادامه دارد و تاکنون 11,350 تن را به عنوان کارگر استخدام کردند. این اداره میگوید که مسئول تطبیق این پروژه شرکت انکشاف ملی است. شرکت انکشاف ملی چند قبل با ادغام چندین نهاد و تسری دولتی به میان آمد و آخرین کارش ساخت شفاخانه کووید 19 هرات در 20 روز بود. حالا و به طور عملی شرکت انکشاف ملی تطبیق پروژه را در 6 زون پایتخت آغاز کرده است. محمد مصطفی نوید مشاور رسانه‌ای شرکت انکشاف ملی در صحبت با روزنامه اشت صبح گفت که این شرکت به منظور مدیریت آب‌های سطحی اطراف شهر کابل، بهبود محیط زیست و ایجاد سرسبزی و فراهمسازی زمینه کار برای افراد نیازمند طرحی را تطبیق می‌کند که بر اساس آن برای 41,000 نفر در شهر کابل زمینه کار فراهم می شود. آقای نوید می گوید که اکنون کار روی تطبیق این طرح جریان دارد و در حدود 11,350 تن را به عنوان کارگر در 6 زون پایتخت استخدام کردند. مشاور رسانه‌ای شرکت انکشاف ملی توضیح داد که برای پیشبرد بهتر پروژه کابل را به 6 زون هر یک دارلمان، قرغه، دیسبز، بگرامی و واصل‌آباد تقسیم کرده است. او بیان داشت که این پروژه یک ساله است و 13 عمل سال جاری کارش در 6 زون یاد شده آغاز شده و کارگران همین حالا در کوها مصروف کارند. شرکت انکشاف ملی میگوید که این پروژه مدیریت آبها و سرسبزی در کوههای قرغ و واصل‌آباد، کوههای بگرامی، گوسفندره، پشت قصبه، دشت بکوله و چلستون را شامل می شود. آقای نوید در رابطه با نحو استخدام کارگران گفت که این شرکت کارگران را از این 6 زون استخدام می کند و اولویت به کسانی داده می شود که در ساحه کار نزدیک باشند و افزود که با رئیسان ناحیه ها و وکلای گذر در تماس شدند و به همکاری آنان افرادی را استخدام کردند که واجد شرایط بودند. با این حال وی خاطر نشان کرد که همین اکنون روند استخدام کارگران جریان دارد و کسانی که استخدام شدند در کوه ها مصروف کار هستند. سپاس از این که با ما بودید.
تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان باد.